روسیه ادعا می‌کند کاروان کمک های بشردوستانه خود را با چراغ سبز کیف وارد خاک اوکراین کرده است. ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با متهم کردن غرب به تحریف واقعیت موجود گفت ما فقط بعد از یادداشت رسمی دولت اوکراین که می گفت آماده دریافت این کمک هاست کاروان را به حرکت درآوردیم و این عملیاتی مهم برای مردم نیازمند است معطلی و بلا تکلیفی را نمی توانستیم بر پس تصمیم به حرکت کاروان گرفتیم و امیدواریم این کمک های بشر دوستانه به درستی پخش شود اما نماینده دائم اوکراین در سازمان ملل متحد تصمیم و اقدام مسکو را توجیح پذیر نمی داند الکساندر پاولچینکو گفت اقدامات فدراسیون روسیه از منظر ضرورت رساندن کمک های بشر دوستانه به شرق اوکراین توجیه پذیر نیست. از محتوای موافقت روسیه با شورشیان لوهانسک نیز نیست مطلع نیستیم و امکان هرگونه اقدامات تحریک آمیز تحریزی شده را منتفی نمی دانیم. کیف ورود بدون اجازه کامیون های روسیه به خاک خود را به مسابه حمله مستقیم خوانده است و امریکا اتحادیه اروپا و قدرت های غربی این اقدام روسیه را محکوم کردند. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی عمیق خود اقدام روسیه را مایه افسایش تنش خوانده است.